بزرگوار پرسیده که آیا در مجلس امام حسین شرکت کردن و مواجه شدن به اذان و اقامه نماز، آیا نماز واجبتر است یا ادامه اعضای امام حسین؟ ایشون گفتن که مرجع من آیت الله سیستانی است، اما لطفا از نظر جناب آیت الله شیرازی هم بیان کنید، چون ظاهرا در این سفر که مشرف شده بودند کربلا به این موارد برخوردن، یکی دو مورد یعنی در جایی برای عزاداری بودم که همگام میشد به نماز و به من میگفتن که عزاداری واجبتره و نباید نظم عزا رو به خاطر نماز به هم بریزید. بفرمایید. عرض شود خدمت شما که نماز اول وقت از واجبات نیست، مستحبه. عزاداری حضرت سید الشهدا هم مستحبه و مؤکده، مستحب مؤکده، پس هر دو مستحبه. وقتی که دو مسئله مستحب با هم مواجه میشه، توصیه آقایون مراجع، همه آقایون، حضرت آیت الله العظما شیرازی، حضرت آیت الله العظما سیستانی و دیگر مراجع اعظام، توصیهشون اینه که جمع ببندید، یعنی هم به عزاداریتون برسید و هم نمازتون رو بخونید به جماعت یا اول وقت، چون این سوال منظور به جماعت یا اول وقته و هر دوی اینها از مستحباته. به هر حال اون کسی که در عزای حضرت سید الشهدا هست، اون روز نمازش رو مثلا به جماعت یا اول وقت یا هر دو به جماعت اول وقت نمیخواند، با تأخیر میخواند، خدای تعالی اجازه داده. حکم خمس هم همینه. خمس شما هر وقت که پولی به دستتون اومد بلافاصله باید خمسش رو بدید از نظر شرعی، منتها خدای تعالی اجازه داده تا سر سالی که خودتون برای خودتون مشخص کردید خب تأخیر بندازید، بعد اگه خرج نشده بود و اگه مونده بود و شرایط معونه و غیره و ذالک، بعد خمستون رو میدید. نمازم الله و اکبر که گفتن، خب انسان باید نماز بخونه، خدای تعالی تا یک فرصت خاصی برای هر نماز خب رخصت داده. از اون طرف میبینیم که بعضی از آقایون مراجع عظیم الشأن تقلید در طول تاریخ اهم و مهم میکردن نماز جماعتشون رو برای اقامه عزای حضرت سید الشهدا تعطیل میکردن. بخونید در تاریخ مراجع و علما و فهول و اعاظم زیاد هم هستن، یکی دوتا نیست که، فلان مسجد بوده، فلان حسینیه بوده، فلان مکان بوده، بله، که اون ظهر عاشورا عزاداران حضرت سید الشهدا اونجا میخواستن عزاداری کنن. اگه میخواست نماز جماعت اول وقت برگزار بشه، یک خلالی، یک مشکلی برای این عزاداران به وجود می اومد، اینها بزرگان دین ما هستند، تعطیل می کردن نماز جماعت روز عاشورا ظهر رو تعطیل می کردن تا این حد اعاظم بزرگان. هر چند خوبه که عزاداری تمام و کمال انجام بشه و در آخر کار نماز جماعت هم خوانده بشه، اما به هر حال اگر نماز جماعت هم خونده نشود، اگر نماز اول وقت هم خونده نشود، به هر حال اینا یا منزل میرن یا به هر حال نمازشون که میخونن و هر دو مستحبه، نه این واجبه نه اون واجبه، و به طوری که به هر دو نباید به خاطر نماز، توصیه آقایون مراجع، به خاطر نماز اول وقت که از واجبات هم نیست، نباید لطمه‌ای به مراسم حضرت سید الشهدا بخوره که خود وجود گرانبهای حضرت سید الشهدا و حتی غیر از خود وجود مبارکشون، این مراسم هایی که به اسم حضرت سید الشهدا داره برگزار میشه، زمانت کرده، حفظ کرده دین مقدس اسلام رو تا به امروز، و برعکس به خاطر این هم که این اتفاق نمیفته، یعنی هیچ وقت متصور نیست در ذهن ما که شخصی به خاطری که خواسته عزاداری برای حضرت سید الشهدا بکنه دیگه نماز نخونده. نهایت شبهه‌ای که بعضی وارد میکنن اینه که خب نماز جماعت اول وقت چرا ظهر عاشورا نمیخونن، و آیا شما خودتون هر روز نماز جماعت اول وقتتون ترک نمیشه صبح ظهر شب که فقط برای یک روز عاشورا